به دنبال اثرگیری حملات جنایتکارانه رژیم اسد به شهر دوما در قوطه شرقی ده ها تن دیگر از مردم این شهر کشته و مجروح شدند. رسانه های خبری روز شنبه از استمرار حملات شدید هوایی به این منطقه و کشته شدن شماری از مردم بیگناه خبر دادند و گفتند که رژیم اسد حملات زمینی خود را نیز در این منطقه شروع کرده است. خبرگزاری فرانسه درباره حملات هوایی و توپبارانهای روز جمعه به دوما نیز گزارش داد در این حملات چهل شهروند غیر نظامی شامل هشت کودک جان باختند تلویزیون سی این این در گزارشی از منطقه قوطی شرقی که به دنبال چندین هفته بمباران‌ها و حملات مستمر توسط رژیم اسد اشغال شده گفت در بیشتر نقاط این منطقه ساختمان‌ها یا تماماً با خاک یکسان شدند و یا دست کم قویان تخریب شدند. اکثریت عظیم شهروندان قوطه شرقی جابجا جا شده و در چادرهایی در سراسر سوریه به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری وفا آمار کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در غزه بر اثر شلیک نیروهای اسرائیلی به ده تن افزایش یافت. بنا این گزارش در تظاهرات غزه همچنین بیش از 1350 تن مجروح شدند. پیش از تظاهرات روز جمعه در غزه آنتونیو گوترز دبیر کل ملل متحد با صدور بیانیه ای گفته بود شهروندان غیر نظامی باید بتوانند از حق خود برای تظاهرات مسالمت آمیز استفاده کنند وی در این بیانیه بر لزومش سرعت بخشیدن به تلاش برای اثرگیری مذاکرات در راستای تحقق راه حل دو کشوری تاکید کرد همچنین چهار تن از گزارشگران ویژه ملل متحد با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه کشتار فلسطینیان در تظاهرات غزه را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواهان تحقیقات مستقل و بیطرفانه در این رابطه شدند. برزیل بر سر حکم زندانی برای لولا دا سیلوا رئیس جمهور سابق این کشور وارد یک بحران سیاسی بزرگ شده است. لولا دا سیلوا رئیس جمهور پیشین برزیل که به دلیل رشوه‌خواری در دادگاه تجدید نظر به دوازده سال زندان محکوم شده حاضر به معرفی خود به زندان نشد وی می بایست تا عصر روز جمعه خود را به زندان معرفی می با این حال او گفته است اگر ماموران پلیس برای بازداشت او بیایند مقاومت نخواهد کرد جمع زیادی از هواداران او در برابر محل سکونتش تجمع کردند تا در برابر نیروهای پلیس که برای دستگیری او می آیند مقاومت کنند او از روز جمعه به بعد وقت خود را در بین کارگران هوادارش می محکومیت لولا داسیلوا که از سال 1382 تا 1390 رئیس جمهور برزیل بود جامعه این کشور را دو پاره کرده و حتی اختلافاتی در میان سران ارتش به وجود آورده است لولا داسیلوا روز شنبه گفت اگرچه بیگناه است ولی از قانون تبعیت خواهد کرد و زندان را میپذیرد خبرگزاری فرانسه درباره کنفرانس بین المللی برای کمک به لبنان در پاریس گزارش داد حدود چهل کشور به همراه مقامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمایندگانشان را برای کنفرانس پاریس اعزام کردند و با 11 میلیارد دلار وام بانکی با بهره پایین به علاوه کمک مالی برای لبنان تلاش کردند بحران اقتصادی در این کشور را که از جنگ سوریه ضربه سختی خورده مهار کنند. این کنفرانس با پیشنهاد دولت فرانسه و با پیگیری رئیس جمهور امانوئل ماکرون تشکیل شده و فرانسه اعلام کرد که 550 میلیون یورو به لبنان به صورت بلاعوض و وام کمک خواهد کرد. گزارش خبرگزاری فرانسه می کرد بانک جهانی 4 میلیارد دلار طی پنج سال آینده متعهد شده و عربستان سعودی اعلام کرد یک اعتبار یک میلیارد دلاری به بیروت را تمدید خواهد کرد. اتحادیه اروپا 150 میلیون یورو، هلند 300 میلیون یورو و ایتالیا 120 میلیون یورو کمک به لبنان را بر گرفتند. سطح حریری قول داده است در ازای کمک های بین المللی با فساد مبارزه کند و در سالمسازی ساختار مالی و اقتصادی کشورش بکوشد.